حتی یه درخت هم میتونه نفرین شده باشه، میتونه در تسخیر شیطان یا ارواح پلید باشه، درختی که کسی جرأت قطع کردن اون رو نداره. در این ویدیو با دو درخت کهنسال و نفرین شده آشنا میشیم. درخت نفرین شده اول که البته الان دیگه وجود نداره، در هاسیندیتا رانج واقع در ایالت میچوآکان مکزیک قرار داشته. مردم محلی اعتقاد شدیدی داشتند که این درخت نفرین شده بود. این درخت به نام آربول ماردیتو یا درخت نفرین شده شناخته میشد. آنطور که گفته میشه درخت در اوایل قرن بیستم توسط شخصی کاشته شده که میگن با شیطان بیعت کرده بوده و به دلیل گناهان بسیارش توسط زمین بلعیده شد. اون مرد شروری بوده که مسئول چندین قتل بوده، اما هر بار به دلیل همکاری با شیطان از مجازات قصر در رفته. میگن اون اعتقادی به خدا نداشته و هرگز پا به کلیسا نمیذاشته، در امور خیریه شرکت نمی کرده و هیچ خیری به کسی نرسونده. حتی مسئول چندین قتل هم بوده. اما به درختان، گلها و پرندگان علاقه زیادی داشته و هر روز برای پرندگان غذا می داده. هیچ دوست و خیشاوندی هم نداشته. گفته میشه که یک سال در روز آدینه نیکو سیگاری در دهان مجسمه حضرت عیسی گذاشت و چند ثانیه بعد ناگهان زمین دهان باز کرد و اون رو بلعید. همان روز همه گلها و درختان اون به جز یه درخت خشک شدن. اهالی اونجا که فهمیدن اون مورد غضب و نفرین الهی واقع شده، خواستن تا اون یه درخت باقی مونده رو هم قطع کنن. اما وقتی یه شخص با تبر نزدیک درخت شد، قبل از اولین ضربه مرد. مردم از ترس حتی جرأت نکردند جسد اون رو جمع کنند. بعدها شخصی که در تابستان گرم در سایه اون درخت نشست، اما توسط یه مار گزیده شد و کمی بعدش مرد. همچنین سه نفر که در روز بارانی به زیر درخت پناه برده بودند، با برخورد صاعقه جان دادند. زنی که لباسهای خیسش رو برای خشک شدن روی شاخه های اون آویزون کرده بود، همون روز در اثر حمله یه بز کشته شد. در سال 1903 هم وقتی یه پسر بچه بالای درخت رفت، کمی بعد با لگد یه چهار پا از دنیا رفت. در تابستان 1905 هم شخصی به نام آروالو که به دلیل بارش ناگهانی باران زیر اون درخت پناه برده بود، با اصابت صاعقه کشته شد. پس از مرگ آروالو، پروسپرو گارسیا، صاحب مزرعه‌ای که درخت در اون قرار داشت، تصمیم گرفت درخت رو با دینامیت منفجر کنه و به این قائله پایان بده. ظاهراً این اقدام نتیجه بخش بود، چون درخت 75 ساله از بین رفت و بعد از اون هم اتفاقی نیفتاد. اما درخت دوم و آخر که میخواییم درباره اون بحث کنیم خیلی معروفتر و مرموزتره. در بالای تپهی در سامرست کانتی در ایالت نیوجرسی آمریکا، یه درخت بلوط کهنسال و بزرگ وجود داره که به درخت شیطان معروفه. مردم محلی و بازدید کنندگان داستانهای ترسناک زیادی درباره اون تعریف میکنن. نام درخت شیطان تصادفی نیست. بر اساس اون چه که روایت میشه، در زیر شاخه های این درخت قتلهای متعدد و آیینهای شیطانی زیادی انجام شده. گفته میشه که گروه کوکلوس کلانهای این منطقه سیاه پوستان رو از شاخه های این درخت آویزون می کردند و می کشتند، خصوصا از این شاخه. با ورود به قرن بیستم، خونریزی در پای این درخت ادامه پیدا کرد. شخصی که پس از قتل اعضای خانوادش خودش رو هم از همین درخت بلوط آویزان کرد و مرد. یا قاتل زنجیره‌ای به نام جرارد جان شفر که در اوایل دهه 1970 چند دختر نوجوان رو زیر اون درخت به قتل رسوند و خاکشون کرد. به دلیل همین اقدامات وحشیانه هم مردم محلی معتقدند که این درخت نه از آب بلکه از خون تغذیه میکنه. افرادی که جرأت میکنن و به این درخت نزدیک میشن چیزهای عجیبی تعریف میکنن. اونها میگن که احساس بیقراری بهشون دست میده و حس میکنن که یه انسان بد نزدیک اونها نفس میکشه. درخت گرمتره، حتی در زمستان برفهای روی اون زودتر آب میشن و در زمین دور اون برف نمیمونه. کسانی که روی اون رفتن
یا اون رو مسخره کردن با اتفاقات ناخوشایندی مواجه شدن. کسانی بودن که سعی کردن این درخت رو قطع کنن، اما بلایی سر اونها اومده یا پس از دیدن اتفاقات عجیب ترسیدن و فرار کردن. در یه مورد مقامات شهرداری تصمیم گرفتن درخت رو قطع کنن. کارگران با اره برقی و تبر اعزام شدن، اما پس از شروع کار تیغه های اره برقی شکستن. اونها سعی کردن با تبر درخت رو قطع کنن که سر فولادی تبر از دست جدا شد و بالاخره هم از بریدن اون منصرف شدن. در نزدیکی این درخت صخره‌ای وجود داره که همیشه گرمه و مردم میگن که اونجا دروازه جهنمه. کسانی که از این درخت بلوط بالا رفتن صدای جیغ و دادهای زیادی رو از درون درخت شنیدن و بعضن توسط یه انرژی مرموز به پایین پرت شدن. این درخت تمسخر و اهانت رو بی پاسخ نمیذاره. شخصی به نام استیو که شیطانی بودن درخت رو باور نمی کرد، برای اثبات عادی بودن اون پای درخت قضای حاجت کرد، اما وقتی برمیگشت اتومبیل اون از کنترل خارج شد، ماشین خود به خود گاز گرفت و به یه درخت دیگه زد. عده‌ای عقیده دارن که یه شبح ماشین فورد مدل F-150 از درخت مواظبت میکنه. کسانی که نیت بدی داشتن اونها رو تعقیب میکنه و در نهایت ناپدید میشه. روی این درخت هیچ پرنده و جونده‌ای نمیشینه. کسانی که پس از بازدید قطعی از پوست یا شاخه این درخت رو با خودشون میبرن، شبها آرامش خودشون رو از دست میدن و یه شبح در اتاق اونها ظاهر میشه. داستانهای زیادی در مورد این درخت گفته میشن و عده‌ای هم که این چیزها رو باور نمیکنن سعی میکنن به اون آسیب بزنن. شهرداری منطقه هم به هر صورت دور تنه درخت توری کشیده تا از اون محافظت کنه. با توجه به همه این پدیده‌های غیر قابل توضیحی که گزارش شدن، عده‌ای از کارشناسان میگن که این درخت مثل هر موجود زنده‌ای، انرژی‌های منفی و شرورانه‌ای که در طول ده‌ها سال گذشته در اطراف اون ساطع شدند رو به خودش جذب کرده. با دو درخت شیطانی و نفرین شده، یکی در مکزیک و دیگری در آمریکا آشنا شدیم. چیزهایی که در مورد این دو درخت گفته میشن تا چه حد درست هستند برای ما معلوم نیست. ولی میشه گفت که تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها. موفق باشید.